خواهم که چند دقیقه مختصر شما را گرفته در پیرامونی روز فتح و استقلال صحبتی داشته باشم و صحبتی نمایم اولا 24 اسد را روز فتح و پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را به تمامن ملت غیور افغانستان و به تمامن امت مسلمه تبریک گفته و مبارکباد می گویم قسمی که برای همه معلوم و آشکار هست عمارت اسلامی افغانستان یک زمانی یک وقتی در کجا تشریف داشتن و امروز الحمدلله با کمک پروردگار در گجا قرار دارن این برای ما یک افتخار هست این برای ما یک جایی هست که باید برای این ببالیم و افتخار بکنیم که چنین شخصیت های علمی علما بزرگان و افرادی که شهید دادن قربانی دادن جانهایشان را از خیش و عقاریب و دوستایشان را در این را قربان کردن امروز به عریقه قدرت آنها نشسته هستند امروز بر عریقه قدرت افرادی هست که عالم هستند افرادی هست که دانا هستند افرادی هست که می توانند این ملت را کنترل بکنند و این نظام اسلامی را پا بکنند و این نظام اسلامی را و امروز الحمدلله شاهد هستیم به چشم سر خود میبینیم که چنین یک نظام چنین یک حکومتی در افغانستان حاکم هست و سخن بنده به آن عیده افرادی که از بیرون کشور یا آن عیده افرادی که خواهان این نظام اسلامی نیست گفتار مه برای آنها این هست که اگر جوان هست اگر خواهر هست اگر برادر هست اگر هر کسی که هست از هر قشری که هست از هر ولایتی که هست ای جوان ای خواهر ای برادر بیا یک بار مطالعه بکو بیا یک بار ببین از نزدیک ببین و این کارکردهایی که این شخصیت ها در افغانستان انجام دادهاند ببین و بعد قضاوت بکن این برای ما جای افتخار هست این برای ما جای هست که ما باید افتخار بکنیم که الحمدلله نظام اسلامی داریم نظامی داریم که آزاد هستیم استقلالیت داریم و هیچ کشوری هیچ 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 فردی نمیتواند که منو تو را بگوید که از اینجا بلند سو آنجا بنشین الحمدلله ما امارت اسلامی ما اشغالگری به نام امریکا را از این کشور نابود کردن از این کشور بیرون کردن ما شاهد هستیم ما می دیدیم همه به چشم سر خود می دیدیم که امریکا در افغانستان ما در کشور ما در وطن ما چقدر خیانتهای را مرتکب شده بودند هم در عقیده های ما کار کرده بود هم در مذهب های ما کار کرده بود هم هم در قوم و در زبان و در در هر چیزی ما خلاصه کار کرده بودند که تا جای موفق هم شده بودند دوستان نهایت عزیز استقلال آزادی یک چیزی هست که یک نعمت بزرگ پروردگار هست که امروز به ما ارزانی کرده هست امروز به ما این نعمت را الله متعال ارزانی کرده و برای ما این نعمت را داده خب می رویم سوی استقلال که استقلال چی معنا از دیدگاه قرآن و استقلال را بفهمیم که چه جنبه هایی دارد استقلال به معنای آزادی و خود مختار یک کشور یا ملت از تسلط و کنترل قدرت خارجی این مفهوم شامل توانایی در تصمیم گیری های مستقل در امور داخلی و خارجی بدون دخالت خارجی می شود در این مورد بسیاری از دانشمندان سیاسی نظرات دارند که آنها می گویند ریشه همه عقب ماندگی ها ریشه همه پس ماندگی ها جوامی و ملت ها در وابستگی به استعمار دیده و استقلال را کلید حل مشکلات قلمداد کردهاند ما اینرا میدیدیم که افغانستان ما استعمار شده بود افغانستان ما کشور ما اشغال شده بود ما نمی توانستیم که در کشور خود درست صحبت بکنیم از نظام الله از قانون الله از قران الله صحبت بکنیم اینرا همه میدانیم که ما در کشور خود آزاد صحبت کرده نمیتوانستیم خب استقلال در نگاه قرآن با جنبه های مختلف فرهنگی و اقتصادی آن در نگاه اسلام با دو مفهوم دارالاسلام و دارالکفر ارتباط پیدا میکند دارالاسلام عبارت از سرزمین هست که در آنجا حاکمیت اسلامی نظام اسلامی حاکم اسلامی در آنجا حکمرانی می کند و همه افراد جامعه در برابر حکومت اسلامی تسلیم هستند و دارالکفر عبارت از سرزمینی هست که عبارت به سرزمینی گفته می شود که احکام اسلامی در آن جاری نیست و مسلمانان در آنجا حاکمیت و سلطنه ندارند خب دوستان نهایت عزیز برخی از جنبه های اهمیت استقلال از نظر اسلام چند مورد هست که یک حفظ و شرافت حفظ عزت و شرافت دوم عدالت و خود مختاری سوم مقاومت در برابر ظلم هست که الله متعال در این واره میفرمایا که وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين لله و چهоرم حоکиمتи ملی هست пنجم پیшرаفت و توسعه هаست که امروز ما جаوانهо ما محصلین ما طالиبالعلمهо بایд که فردоروس ک کиشورи مستقل ک کиشورе کи از همه چیز بаرخوردار باشیم داکترهои ما انجینرهاи ما اقتصاددоنهои ما علماи ما وهمه افرادی که در این راه روان هستند باید ک خدمت در افغانستان بکنند و الحمدلله ما آزادانه گفته میتوانیم که این افرادی که در قدرتهای بلند قرار دارند برای من و شما خدمت میکنند و کردن امروز به طور نمونه ما محصلین همه شاهد این هستیم ه امارت اسلامی در قبال تحصیل ما قدر خدمات را ارائه کردن. در قبال شهر ما در قبال وطن ما خدمات را کردند که همه این را شاهد هستیم و میبینیم